سلام سلام دوستان امیدوارم که خوب باشین تو این ویدیو میخوام راجع به دست کمی بحث فاندامنتال کنم میخوام در مورد انرژی صحبت کنم در مورد مصرف انرژی بیت کوین کلی هر پایی که پیشرش به وجود اومد یه مدت خوبی مخصوصا بعد از صحبت های ماسک شده بود تیتر یک اخبار و به حال صحبتی است که به هر باید بشینیم و با هم بکنیم به اون صحبتی است که بالاخره راه در رو نداره بالاخره داشتیم با جوش صحبت کنیم و یه سری نمودار دارم در موردش صحبت کنم بتونشون بدم که در مقایسه با سایر مصرف, 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 مصرف کننده های انرژی بیت کوین کجاست چه پیش بینی داریم از آینده این مصرف انرژی و چرا خوب یا بد این سیستم های نمودارهایی که میخوام نشون بدم همشون از سایت کویندسک هستن پس درست و غلط مثل تا فکر نمی کنم اونقدر عجیب غیب باشه ولی ببینیم چی بشه چی. اولی نمودار نمودار مصرف انرژی بیت کوین در مقایسه با کشورهای مختلف مصرف انرژی کشورهای مختلف این نمودار شاید خیلی در واقع اطلاعات درستی بهمون نده چون داریم یک ارز رو با یک کشور مقایسه میکنیم خیلی منطقی شاید نباشه اما میشه اینجوری نگاه کرد که مثلا کشوری مثل آمریکا که 300 میلیون نفر جمعیت داره چقدر برق مصرف میکنه و بیت کوینی که انقدر هزار نفر انقدر میلیون نفر استفاده, استفاده کننده داره چقدر برق مصرف میکنه خیلی باز دقیق نیست اما چیزی که داریم میبینیم اینه که مصرف برق بیت کوین جایی قرار میگیره بین چیلی و بنگلادش و در واقع آستریا و خیلی خیلی کمتر طبیعتا از چه امارات متحده از پاکستان از اینا کمتر خب طبیعتا جمعیت کمتری هم داره اما میگم این خیلی اطلاعات خاصی به ما نمیده چی اطلاعات جالب تری به ما میده اینکه این برقی که برای بیت کوین تامین میشه برقی که برای تامین هش بیت کوین و تامین ماینرها تامین میشه از کجا میاد اولا اینو بگم که این عدد برای کی برای سپتامبر 2020 و توسط دانشگاه کمبریج هم درآورده شده پس نسبتا قابل اعتماد ولی خب الان میدونیم موضوع خیلی فرق داره الان کل یا زغال خیلی کمتره اجای طبیعی بیشترن اما حتی با نگاه به این موضوع اینکه که اغلب 62 درصد بر منبع انرژی بیت کوین از هایدرو یا بر انرژی برقابی داره تامین میشه از سطح داره تامین میشه بخشیش طبیعتاً از کل و بر نشال گاز هستش و بقیهش هم از بادو و در واقع انرژی های دیگر بعد از بسته شدن ماینر های چین این مقدار کل مقدار مصرف زغال سنگ بسیار کم شده و این خودش خیلی خوبه نمودار دیگه هم داشت کویندس در اون مقاله اش من اونم بیارم براتون بخوام خب از روی خود مقاله بتونشون بدم این نمودار رو میخواستم ببینیم این نمودار و این شاید یک اندازگیری خیلی دقیق تری باشه شاید یک میار خیلی دقیق تری باشه از مصرف برقه کوین ما باید هر چیزی رو با معادل خودش حساب کنیم مقایسه کنیم میدونم که بیت کوین معادل طلا نیست میدونم بیت کوین شاید 100 درصد معادل سیستم بانکی نباشه اما مقایسه درست واحد مقایسهمون تراوات ساعت بر سال هستش هر سال چند تراوات ساعت مصرف میشه و عددی که داریم میبینیم اینه که بیت کوین حدود نصف و یک سوم انرژی است که برای طلا و سیستم بانکی مصرف میشه برای می 2021 رو داریم نگاه میکنیم خیلی جدید هستی این طلا و استخراج طلا از روی زمین جدایی از کربن فوت پرینت بزرگی که داره جدای از مشکلاتی که برای مشکلات زیست که ایجاد میکنه خود اون معدنش انرژی که مصرف میشه برای, برای کندنش برای حمل و نقل سنگ‌هاش برای آب کردنش ساختن طلا ساختن شمش های طلا مشخصا اختلافش معلومه اما خب آرگومنتی میاد که آقا طلا استفاده داره طلا رو میشه توی کامپیوترها به کار بر طلا میشه فلانجا به کار دوست که استفاده نداره اوکی چقدر طلا این استفاده ازش میشه بیش از 80 درصد 85 درصد مصرف طلای دنیا سرمایه گذاری است نه توی کامپیوترها میرن نه روی گردن و دست مردم و اما اندازه گیری و مقایسه خیلی جالبتر مقایسه با سیستم بانکی بانکینگ سیستم هستش به چهار بخش تقسیم کرده این آبی خیلی رنگی که این بالا میبینید شبکه های کارت هستن مثل ویزا و مسئله کارت هستن انرژی که مصرف میکنن اونقدر نیست قسمت بعدی ای ام ها هستن ای هایی که بسیار ساعت روشنن و دارن کار میکنن باز اونقدر نیست این قسمت بالای کوچیک بالاییش برنج ها شعبه های بانک ها هستن چراغ هایی که باید روشن نگه دارن کامپیوتر هایی که باید روشن نگه دارن و خب بالاخره برقی که مصرف میشه بنگه یه شعبه رو بتونیم باز نگه داریم و این تیکه بزرگ پایین که اغلب مصرف انرژی رو تشکیل میده چیه دیتا سنتر ها یا سرور های صد تا بانک بزرگ دنیاست فقط صد تا بانک یعنی اینقدر مثلا بانک ملی ایران جزوش نانیستاز. و میتونیم ببینیم که چقدر قابل مقایسه هست با بیت کوین چقدر اختلاف وجود داره با سیستمی که میتونه همون کار رو اسنشیالی انجام بده خیلی بعضا با هزینه کمتر معمولا با هزینه کمتر و با اعتماد بیشتر به سیستم اینجا شما به یک نفر باید اعتماد کنید اینجا به هیچ کس نیاز, نیاز نیست اعتماد بکنید به نظرم این چارت چارت اصلی ماست که باید بهش توجه بکنیم میگم چارت های دو تا چارت دیگه خیلی معنادار نیستن این که داره با کشورهای دیگه مقایسه میکنه خیلی خودش رو نشون نمیده اینجا هم اپدیت او نیست اولا 2020 و اون چیزی که میخوایم و به اون نشون نمیده حالا چارت های دیگه توی ویدیو های بعد میارم براتون که اونا رو بتونیم بهتر ببینیم اما این چارت چهار چارت بسیار مهمیه این مقایسه بسیار ب... مقایسه مهمیه بیت کوین کجاست در مقایسه با سیستم های بانکی و تمام این طور هم هم دردتون خورده باشه از این بدایی کسی ازتون پرسید که بیت کوین خیلی برق مصرف میکنه بیت کوین فلان میکنه میتونید اینها رو نشونش بدین بگید که کجای داستان هستیم چه اتفاقی داره میفته و چرا این اتفاق داره میفته با خودتون باشین سوالات و نظراتتون رو توی کامنت بپرسین به زودی میبینمتون و خدا